سلام بچه خوبین، شب و روزگارتون خوش. امروز این ویدیو هیچ محتوای فانی نداره یا هیچ چیز خاصی نداره، صرفا اومدم باهاتون یه صحبتی بکنم. الان ساعت 2 ظهره و اینکه منم از خواب بلند شدم صبح، ساعت فکر کنم 10 اینا بود و اینجوری بودم که اوکی، امروزم یه روزه مثل بقیه روزا و داشتم فکر میکردم چیکار دارم امروز بکنم. رفتم دفترچه‌مو آوردم، چک کردم، قرار بود امروزم عین بقیه روزا به شب برسونیم و همه چی تموم شه بره واسه روز بعد همه چیز. و وقتی داشتم نهار میخوردم یه دونه ویدیو تو یوتیوب، معمولا وقتی نهار میخورم میرم کلی یوتیوب گردی میکنم، توی یوتیوب دیدم که تاکسی گرل کوسر یه ویدیو گذاشته و توش تایتلش اینه که اینستاگرامم پاک شده و گفتم خدایا چرا باید اینستاگرامش پاک شه. و بعد رفتم ویدیو رو ببینم و دیدم که همه ی حرفایی که داره میزنه انگار زندگی منه و بعد اینطوری بودم که خدایا. و بعد انقدر بهم انرژی داد اون ویدیوشو که دیدم و اینجوری شدم که چقدر راست میگه، چقدر همه چیزایی که میگه درسته و خواستم این زنجیره رو قطع نکنم. اوکی، اون حس خیلی خوب به من داده، منم میام همه اون صحبتایی که اون کرد و اون حس و حالایی که داشت و خودم هم واقعا دارم، چون من کلا عادت ندارم با کسی راجع به مشکلاتم صحبت بکنم اصلا، و تنها کاری که میکنم اینه که خودم رو دور میکنم از همه آدما تا اون مشکلم حل شه هر چقدر که میخواد طول بکشه. واسه همین این ویدیو خیلی غیر معموله، کلا من از این مدل ویدیو اصلا نمیگیرم و همینجوری دلم خواست که بیام بشینم و با هم دیگه صحبت کنیم. خواستم اون زنجیره انرژی رو قطع نکنم، چون شاید با حرفایی که من میزنم و تعریف وضعیت خودم بتونم این امکان رو واسه یک نفر دیگه که این ویدیو رو میبینه به وجود بیارم که یه ذره حالش بهتر شه یا نمیدونم. داستان از این قراره که من یه تایم خیلی طولانی، چندین ماه توی اینستاگرام و یوتیوبم هیچ فعالیتی نکردم و کلا عملا غیب شده بودم و کلا نبودم. حالا یه پارتیشو که درگیر یه سری کارا بودم و ولی به غیر از اونا از نظر روحی اصلا حالت اوکی نداشتم که بخوام بیام ویدیو بذارم یا اصلا فعالیتی داشته باشم. الان هم اگه میبینید خیلی فعال شدم و اینا، به این معنی نیست که الان اوکی حالم اوکی شده، نه اصلا به این موضوع معنی نیست، حالم اتفاقا خیلی بدتر شده. تنها اتفاقی که اینجا افتاده اینه که خودم رو مجبور کردم به زور که تولید محتوا کنم، به خاطر اینکه آدم نمیتونه کارشو بذاره کنار که بعد کاراتو انجام بدی. وقتی یه سری وظیفه و کار داری، چه حالت خوب باشه چه حالت خوب نباشه، بعد اونا رو انجام بدی، چه حال داشته باشی چه نداشته باشی، چه خسته باشی چه نباشی. یعنی تو نمیتونی مثلا به صاحب کارت زنگ بزنی بگی من امروز نمیام سر کار، فردا هم نمیام، شاید اصلا کلا دیدوس چند ماه نیام چون مثلا حال روحی اوکی نیست، اون اخراجت میکنه و وضعیت ما یا من هم همینطوریه دیگه. و کلا این چند وقته خودم رو غرق کردم توی چیزهای مختلف و از آدم ها دارم سعی میکنم دوری کنم. البته قبل از اینکه، یعنی تا 2 هفته تا 1 هفته پیش شد، حتی خودم رو غرق کردم توی کتاب خوندن و اینا. کتاب هم زیر میکروفونم گذاشتم، یه دونه اینه، اینا اینه، حتی یه دونه این خاطرات گیشاه. آره خلاصه خودم رو درگیر کرده بودم قبل از کتاب، حالا موبایل لجند و گیم، انیمه، هرچی، خیلی راجعش فکر کردم. حالا نمیدونم اینی که الان میگم واقعا علتشه یا نیست، ولی من کلا از بچگی احساسات آدم ها و حس و حالی که اونا دارن رو خیلی تاثیر میذاشه. یعنی مثلا اگه کار خیلی بدی میکردم، مثلا بابام از دستم ناراحت میشد، بهش میگفتم این حس و انرژی که داری میفرستی این وایب تو درست کن، حتی میخوای دعوام کنی اشکال نداره، دعوام کن، عصبانی باش، همه چی، ولی این وایب منفی تو اینو نفرست، این کاری که یه کاری داری میکنی این کارو نکن. هنوزم نمیدونم چه جوریه این چیه، ولی این حالو دارم و حس میکنم کلا الان در حال حاضر تو ایران حالا که هیچ کس خوب نیست، یعنی یک حجم از انرژی منفی خیلی زیادی همینجوری تو هوا معلقه که گریبانگیر همه میشه، حتی اونایی که خارج از کشورن. و یه ویدیویی بود توش نوشته بود یه حال یه ایران بده، نمیدونم این جمله مال کجاست، مال ویدیو یا مال آهنگ، ولی حال هیچ کس خوب نیست واقعا و منم مستثنا نیستم از این قاعده و از این دایره و داستان. ولی چیزی که گوسه حالا تو ویدیوش داشت میگفتش که آره من هر کار که میخوام انجام بدم هی میندازمش واسه فردا، هی میگم که اوکی امروز
بذار فردا حتما انجام میدم، فردا صبح دیگه حتما، حالا فردا عصر دیگه حتما. و این یه پروسه و یه لوپیه که تا ابد ادامه داره و چندین ماهه که درگیرشم و هیچ کاری نمی کنم، از همه دور شدم. حالا می دونم ویدیوشو دیدین یا نه، یا اصلا طرفدارش اینی نیستین، ولی خب من دوستشون دارم همشون و من ویدیوشون می بینم، حالا اونایی که برام جالبه. دیدم که واقعا منم درگیر همچین موضوع شدم و اینکه همش هی میگم فردا انجام میدم، پس فردا انجام میدم، امشب دیر شد دیگه بذار فردا انجام میدم، ولی این همون لوپ است و قرار نیست هیچ وقت تموم بشه. و بعد از اینکه بلافاصله اینکه ویدیوش رو داشتم میدیدم، همون اواسط ویدیوش که بود، گوشی رو گذاشتم روی همین میزم و شروع کردم یه میکاپ کردن، یه خط چش و اینا، که بیام دقیقاً این ویدیویی که الان دارم واسهتون میگیرم و بگیرم. چون کوثر تو ویدیوشم که گفت اینو دارم میگیرم، هم یه سری سوالا رو جواب دادم و در واقع بیشتر دارم برای این میگیرمش که یه حس خالی شدن داشته باشم. منم گفتم شاید با گفتن اینا یه خورده خالی شم، شاید نمیدونم، برای فان گرفتم این ویدیو رو، اصلا هیچ چیز خاصی پشتش نیست. حالا نمیدونم این روش درستیه یا نه، که درسته که حالت بده و اینا، به زور خودتو مجبور کنی که کارتو انجام بدی، یعنی چشماتو ببندی و اصلا فقط اون کار رو انجام بدی، اون حالا هرچی که هست، درس ویدیو گرفتن، هر چیزی که هست، فقط چشماتو ببندی و انجامش بدی. نمیدونم این درسته، یه درست هست یا نه، ولی من دارم این کارو میکنم، شما هم سعی کنید بکنید. حتی واسه اینکه مود و حالم یه خورده عوض بشه، رفتم دوباره ورزش پیش استادم، کیک بوکس رو شروع کردم و همچنان دارم کتابامو میخونم، خیلی کتابای یه سری کتابای خیلی خوب گرفتم دارم میخونم، دارم سعی میکنم خودم رو خودم کار کنم. وقت روان پزشکم هم چند روز پیش بود، دیروز بود یا پریروز بود فکر کنم که نرفتم و تاریخش رو انداختم یه ذره جلوتر، واسه 5 تیر فکر کنم که اونم برم یه ذره خودم رو نجات بدم، چون دیگه نمیدونم با چیکار کنم و یه حال خیلی بدی، یه حجم از انرژی خیلی بد دارم و نیاز دارم اینا همه تخلیه بشه. ولی اینطوری نیست که فکر کنم الان، یعنی اینا باز همه چیزایی که تو ذهنمه، اینجوری نیست که فکر کنم الان اوکی همه این انرژی ها قرار بره، به خاطر اینکه دور ما این موضوع پره، دور ما پر از انرژی های خیلی بده و این به خاطر اینه که حال آدم های همسایه های ما، حال هم شهری، هم کشوری، هم وطن، هم آدمایی که با ما هم اصلا خوب نیست و این موضوع به خاطر من حس میکنم به این علته. چون من معمولا آدمی هم که خیلی درد و دل که نمی کنم، هیچی مشکلاتم خودم حل میکنم، یعنی خودم به خودم کنار میام، هر چقدر که حسایی بدی داشته باشم خودم تو خودم همه رو حل میکنم، احتیاجی ندارم به کسی، نداشتم. واسه همین این حالت واسم عجیب بود که با اینکه خیلی تلاش میکردم، میرفتم پیش دوستام، یعنی حتی آرزو چند روز پیش بهم زنگ زد گفتش که چیکار داری میکنی، داری دور خودت یه دیوار کشیدی، نمیذاری هیچ کس بیاد تو، خودت هم با آدمای بیرون ارتباط نمیگیری، سن چیکار داری با خودت میکنی، خودتو حبس کردی اون تو که چی بشه. نمیدونستم، واقعا نمیدونستم چی جوابشو بدم، چطوری بدم که واقعا فقط دلم میخواد که هیچ کسو نبینم، بشینم فقط کتاب بخونم، موبایل جن بازی کنم، یا حتی فورتنایت بازی کنم، یا انیمه ببینم، یا فیلم ببینم، نودل بخورم و همین. واقعا دلم میخواد که کلا فقط همین کار انجام بدم، حالا با سپرم بریم بیرون بعضی وقتا تک و توک، ولی آره نظر روحی همچین حالتی دارم. و اینکه شما چی؟ حالتون بد میشه چی کار میکنین؟ حالتون بد میشه به تایم زیاد، یعنی یک تایم طولانی حالتون بده و هیچی نمیتونه خوشحالتون کنه، نه خیلی میتونه ناراحتتون کنه و تو که حال بدیه، یعنی عمیقا حتی ناراحت هم نمیشم، یه نقطه یه که میمونم همونجا، نه خوشحال میشم نه ناراحت میشم، اگرم بشم خیلی لحظه‌ایه و کاملا چند ثانیه بعد یادم میره، ولی به هر حال کاری از دستمون که بر نمیاد، فقط میتونیم صبر کنیم و اون یه تایمی رو باید بگذره اسم میکنم و کاری از دست کسی بر نمیاد الان. و اینکه کامنت های این ویدیو رو میخونم، اگه صحبتی، ایده ای، نظری، پیشنهادی، همدردی حتی بود اونجا واسم بنویسید. و در هر صورت این تایم که باید بگذره و ما که باید صبر بکنیم، و بهترین چیزی که به ذهن من اومد توی این تایم خودمونو زور کنیم، مجبور کنیم که چشمامونو ببندیم،
روی این حس و حال و این همه چیزای بد، وایبای بد، صداهای بد، نمیدونم، این همه داستانای بد، و رو کارمون تمرکز کنیم، رو اون رشته و اون درس و اون شغل و اون حرفه و هر چی که هست. حرفه رو دوباره گفتم، رو اونا تمرکز کنیم و سعی کنیم که اونا رو درست انجام بدیم، که حداقل این تایم یه تایمی بعد بگذره. حس میکنم اگه کسی هست که داره ویدیو رو میبینه و همین حس و حالای منو داره، چون دقیقاً چیزایی که کوثر گفت و الان من گفتم و اینا، خب عجیبه یه آدم دقیقاً عین تو همون حسایی که تو داری رو داشته باشه. اگه شما هم همچین حسی دارین، به نظرم خب یه تایمی بعد بگذره، و تو اون تایم اگه تو کارتو انجام ندی، توی اون تایم به یللی تللی و علافه بیکاری بگذرونی و تایمتو بکشی، تنها کسی که اون وسط پشیمون میشه بعدن خود تویی، و به خودت میگی که من اون همه تایم رو چیکار کردم، واقعا چیکار کردم، و خودت از خودت خجالت میکشی، خودت تو روی خودت نمیتونی نگاه کنی، تو آینه بگی ببخشید من مثلا 6 ماه هیچ کار نکردم چون نمیدونستم چه می آدم بد بوده. من که سعی کردم خودم از این حالت در بیارم، چون منم خیلی وقته که توی این حالتم، بیشتر از 2 ماه، خیلی خیلی وقته، ولی جدیدن دارم سعی میکنم توی اینستاگرام فعالیتم رو زیاد کنم، دارم یه عالم ویدیو میگیرم. مهران ادیتور و منیجر کانال یوتیوب هم هی بهم زنگ میزنه میگه چی شد، کجایی، بعد ویدیو ها نرسوندی، ویدیو ها رو برسون. منم هی بهش میگم که فردا حتما، این هفته حتما، هفته دیگه شنبه بهت میرسونم، هفته دیگه پنج شنبه دستته، دستاتی که دستش نیست. ولی آره، امروز میشینم ویدیوها رو همه رو میگیرم، خودم آماده میکنم واسه اون تایم که قراره حالم خوب بشه و خودم برگردم به پشت سرم نگاه کنم بگم اوکی دمت گرم، حداقل حالت انقدر افتضاح بود. من که یادم نمیاد الان اون موقع حالت چه شکلی بود، مثلا 2 سال دیگه خودم رو دارم میگم، ولی دمت گرم حداقل 2 سال پیش که حالت انقدر بد بود تلاشتو کردی، تو اون حال اون انرژی نتونست تو رو از پا در بیاره، و هر چقدرم که وایب بده و انرژی بده، چشماتون رو ببندید و فقط برنامه ریزی کنید، کار کنید. حتی آدم خیلی به غیر از کتاب و ورزش و اینا میتونه انگیزه های دیگه به خودش بده. مثلا من یه دفتر برنامه ریزی دارم که تمام کارهایی که میخوام بکنم و توش مینویسم. این اون دفتر برنامه ریزیم بود که همه شما توش مینویسم. مثلا مینویسم شنبه 21 خرداد مثلا باید این کارا رو همه رو انجام بدی، مثلا روز مثلا فلان یک شنبه 22 خرداد این کارا، اونایی که حالا انجام میدم و این شکلی خط میزنم. بعد واسه اینکه انگیزه بگیرم این کار یه ذره بهتر انجام بدم و ادامه دار باشه، چون این دفتر یه ذره دیگه بکنم تموم بشه، رفتم به دفتر انیمه خریدم با طرح دوکیو ریونجرز، یه ذره انرژی بگیرم. طرح انیمه هنوز شروع نکردم اشا، نوه ولی به نظرم اینا هم جزو یک سری کاراست که میتونه با آدم انرژی بده دیگه. به دفتر چه خوشگل بخری، برای خودت یه خورده خرید کنی، نمیدونم با این قیمتا. خلاصه که آره، فقط دلم میخواست یه خورده حرف بزنم با یه مخاطبی که هیچی نگه، و این ویدیوی کوثر باعث شد که من این ویدیو رو بگیرم و حس میکنم الان یه ذره حالم بهتره. امیدوارم این انرژی که خودم از کوثر گرفته بودم و تونسته باشم به شما هم انتقال بدم، که شما هم بتونید به کاراتون برسید، تمرکز کنید روی حالا اون درستون یا هر پلنی که ریختین واسه خودتون. اگه ویدیو رو دوست داشتین یا حس خوبی ازش گرفتین، لطفاً لایکش کنین، سابسکرایب یادتون نره، حتماً به کانالم سابسکرایب کنین، اگه دوست داشتین کامنت انگلیسی هم بذارین که حسابتون نپره. مواظب خودتون باشین، شب و روزگارتون خوش.